إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسراً منيباً أغبر القدم، إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. ونور هداك معتصم فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أنبر القدم واسع الكرم ورب البيت إليك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد و وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد و مجيد عرض سلام دارم و عدب و احترام خدمت همین شما دوستداران الله متعال دوستاران مشاعر مقدسه کسانی که قلبتون برای حرمین شریفین میتپه و برای حج بیت الله الحرام امیدواریم که الله متعال نصیب همه عزیزانی که آرزومنده زیارت حرمین شریف این هستند. زیارت حرمینش رو بارها و بارها بگرداند فرصتی باشه تا همه عزیزان بتونن که حرمین رو زیارت بکنن در بررسی آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید و همچنین آیات سوری موارک حج به صورت خصوص درباره آنچه که مرتبط به موضوع حج هست در سوری موارک حج الله مطال آغاز صحبت در سوره مبارک حج اشاره به قیامت بود و بر, بر پا شدن قیامت و اون روز ترسی که اون روز خطرناک و اون روز سختی که همه میترسن و حتی فرمود که هر کسی که فرزند شیر میده فرزند رو رها میکنه و هر کسی که حامل است از ترس سخت میکنه حمل خودش رو به اون چیزی رو که در شکم داره و بعد درباره دوباره برانگیخته شدن ما در دنیای دیگر صحبت فرمود درباره اختلاف رأی بین کسانی که معتقد به قیامت و دوباره زنده شدن هستند و کسانی که نیستن صحبت فرمود و این مسیر رو ادامه داد تا به مسجد الحرام و اولین عبادتگاه انسان روی زمین اشاره شد در امتداد این آیات و موضوع تجدید بنای این عبادتگاه عظیم مسجد الحرام به دست ابراهیم علیه السلام پدر ادیان آسمانی و همچنین اشاره شد به آنچه که در احکام حج نیاز بود به ندای ابراهیم علیه السلام برای رفتن مردم به حج و بعد از اون به احکامی از حج اشاره شد به مناسک حج و به اخلاص و به توحید در حج به مشاعر الهی در حج به قربانی اشاره شد بعد از ذکر قربانی به عنوان آخرین حکم عبادت حج به جهاد اشاره شد تا قربانی و آماده شدن برای قربانی ما رو به حج بعد در پایان حج به آمادگی برای جهاد برسونی و آماده باشیم برای جهاد بعد از آیات جهاد الله متعال به سرنوشت منکرین دعوت الهی در اقوام گذشته اشاره فرمود و به دلایل توحید دلایل توحیدی در پایان سوره و بخش مهمی و بخش زیادی از سوره رو میتونیم بگیم نصف سوره مبارکه حج درباره توحید صحبت میکنه و آیات توحیدی و اینکه نشان از این داره این آیات در سوره مبارکه حج که حج مدرسه توحیده و حج ما رو باید به توحید برسونیم و به شناخت درست الله تعالی در آیات پایین سوری مبارکه حج الان خصوص از آیه هفتاد به بعد تا آیه هفتاد و ششم و به صورت خصوص باز در آیه هفتاد و چهارم الله مطال به دلیل شرک مشرکی نشاره فرمود که و ما قدر الله حق قدره الله رو اونگونهی که شایسته هست نشناختن در حج فرصتی است برای شناخت بهتر الله تعالی و تاریخ توحید و تاریخ انبیا و تاریخ اولین عبادتگاهی که برای بشر در زمین ساخته شد ان اول بیت وضع للناس اللذی بمکه مبارکان وهدا للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان اولین عبادتگاهی که برای انسان ها در روی زمین ساخته شده است خانه است که در مکه مکرمه است مبارک است و هدایتی است برای عالمیان در پایان سوره مبارکه حج الله بعد از ذکر این آیات در هفتاد و پنج و آیه اول میفرماید که یا ایها الذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و عبدوا ربکم و الخیر لعلکم تفلحون ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید برای الله تعالی و سجده کنید و عبادت کنید پروردگارتون رو و انجام بدید کارهای خیر رو تا باشد که رستگار شوید در اولین سوره ای که در بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شد سوره اقرا در پایان سوره موقعی که تنها در غار حرا اولین آیات نظر شد در پایان اولین سوره ای که بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شد که آیه سجده داره الله متعال از رسول صلی الله علیه و سلم خواست که سجده بکنه برای الله تعالی در آیه سجده آخر سوره اقرا به عنوان اولین سوره که شد و در این آیه که آیه سجده هست باز در سوره که حج خطاب به کل امت در بعد از انجام عبادت حج که آیه اکمال دین هم در عرفات در حج نازل شد الله متعال وقتی که فرمود الیوم اکمل تو لکم دینکم امروز دین شما نازل کامل شد در حج کامل شد در حج وقتی که عبادت کامل میشه باز خطاب در پایان حج در پایان سوره حج هم خطاب به مؤمنین اینجا دست جمعی خواسته میشه از اونها که سجده بکنن برای الله تعالی و عبادت بکنن الله تعالی رو و کارهای خیر انجام بدن گویی که ثمره دعوت رسول صلی الله علیه و سلم در حج تکمیل شد حج این عبادت عظیم و بزرگ که امت بعد از حج جشن گرفت در عرفات تکمیل رسالت رسول صلی الله علیه و سلم رو این رسالتی که اومده بود تا بندگان رو از بندگی بندگان به الله بندگی الله متعال سوق بده حج آمد تا تکمیل بکنه پرونده توحید رو و نشان بده که فقط باید از الله تعالی کمک خواست فقط بعد پیرو راهی بود که انسان رو به الله متعال میرسونه بدون واسطه‌گری هیچ غیر اللهی که صفات الوهیت داشته باشن در آیه آخر سوره ملک حج الله متعال فرمود و فی الله حق جهاد در راه الله تعالی اون گونه که شایسته است جهاد کنید الان که تموم میشه این آخرین آیه سوره ملک حج خیلی جالبه خیلی لطیفه خیلی ظریفه این آیه و جهدو فی الله حق جهاده اون یک تمرینی بود برای شما در حج برای جهاد جهاد رو فراموش نکنید جهادتون برای بعد اعلای کلمت الله و دفاع از توحید باشه حق جهاد رو اونگونه که شایسته است شما آماده کنید جهاد معنای عمومی داره که یکیش قتال جنگ با سلاح و جهاد یعنی تلاش همیشه تلاش کنید در راه دین اونگونه که شایسته است بعد از حج انسان باید یاد بگیره که در راه دین خدمتگزار خوبی باشه تلاش بکنه هو جتباکم الله مطال شما رو برگزیده برای این تلاش برای این جهاد برای اینکه در راه الله تعالی سعی بکنید شما امت برگزیده هستید شما بهترین هستید کنتم خیر امت اخرجت للناس بهترین امتی هستید که برای هدایت بشر آفریده شدید اولین عبادتگاهی روی زمین مال شماست ابراهیم علیه السلام که به ابوالانبیا معروف هست مال شماست شما را الله تعالی برگزیده شما را انتخاب کرده قدر این انتخاب رو بدونید ای کسایی که حج اومدید شما را الله تعالی در حج باز از بین دیگران انتخاب کرد اول اینجا قدر این فرصت رو بدونید ای انسان ها ای مسلمین شما از بین تمام انسان ها برگزیده شدید و این همه عظمت به شما داده شده این همه مشاعر و مقدسه این همه عبادت ها این همه لطف ها. همه شماست و ما جعل علیکم الله تعالی در دین بر شما سختی نگذاشته دین نیامده تا شما رو به مشکلات و سختی ها بیاندازه یورید الله بیکم الیسر و لا یورید بیکم الله متعال اراده آسانگیری به شما داره و اراده سختگیری به شما نداره ملت ابیکم ابراهیم این ملت پدرتون ابراهیمه ابراهیم علیه السلام در ابتدای تجدید بنای کعبه وقتی که اون ستونهای کعبه رو بالا می برد به همراه اسماعیل علیه السلام که در سوره بقره اشاره شد در آیه 127 و 128 وقتی که بلند میکردن این سنگ ها رو دعا کردن یکی از دعاشون این بود در آیه 129 که بار الله ربنا و فیهم رسولا منهم کسانی که از نسل ما میان از نسل ما, ما دو نفر ابراهیم و اسماعیل علیه السلام پیامبری انتخاب بکن که این پیامبر اونها رو بیاد و راهنمایی بکنه آیات تو رو بر اونها بخونه اونها رو تعلیم بده اونها رو تزکیه بکنه و اونها رو هدایت بکنه به مسیر تو اون دعا اونجا شد در هنگام تجدید بنای کعبه به زبان ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام اون دعا در حج قبول شد اون دعا در کنار همون خونه در همون شهر مکه بعد چند هزار سال بعد از تولد رسول صلی الله علیه و سلام و رسالتشون و دعوتشون و هجرتشون به مکه و بازگشتشون برای فتح مکه هجرت از مکه به مدینه و بازگشت به مکه برای فتح مکه و انجام مراسم حج در آخرین سال عمر مبارکشون در عرفات تکمیل شد در پایان حج این رسالت کاملا به اتمام رسید پیامبر آمد و تمام آنچه که ابراهیم علیه السلام خواسته بود انجام داد ابراهیم علیه السلام از الله تعالی خواسته بود پیامبری از این قوم از نسلشون به خودشون بیاد آمد به اونها قرآن تلاوت کنه تلاوت کرد تعلیم بده تعلیم داد سنت تعلیم بده تعلیم داد تزکیه کنه اونها رو تزکیه کرد در حج مهر اتمام خورد بر دین در عرفات به آیه اکمال ناظر شد با انجام پنجمین رکن اسلام که حج هست در پایان سوره مبارکه حج الله متعال اشاره میکنه پایان حج رو با ابتدای تجدید بنای کبر ربت میده با ابراهیم علیه السلام ملت ابیکم ابراهیم این همون ملت همون پیروان همون آین و باور پدرتون ابراهیم ابیکم ابراهیم پدرتون ابراهیم دعا کرد و اینم نتیجه دعاش اینم نتیجه این تلاش و کوشش الان که شما حج رو پایان رسوندید الان ابراهیم علیه السلام دعا کرده بود و شما هم ملت پدرتون رو میرین ابراهیم پدر ماست چرا پدر ماست چون پدر پدر ماست ابراهیم علیه و السلام جد بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر کل امته درسته که الله متعال فرمود مکان محمد ابا احد من رجالکم محمد پدر یکی از شما نیست پدر یکی نیست اما پدر همه هست والا رسول الله وقتی که رسول الله تعالی شد پدر همه است و چون پدر همه است همسرانش هم مادر مؤمنینن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی رسول،, رسول, الله صلی الله علیه و سلم از مؤمنین به جانها و مالهای اونها اولاتره چون پدر اولاتره پدر انسان از جان و مال انسان برای انسان عزیزتره و از واجه امهاتهم و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنینن چرا مادر مؤمنینن چون همسر پدر مؤمنینن چون رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر مؤمنینه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر مؤمنینه پدر پدر ما هم پدر ماست ابراهیم علیه السلام پدر رسول صلی الله علیه و سلم و پدر ماست ملت ابیکم ابراهیم شما مسلمان ها پدرتون ابراهیمه چون پیامبر شما که پدر شما از نسل ابراهیم علیه السلام این همون دعای ابراهیم علیه السلام که ابراهیم علیه السلام دعا کرد حج تاریخ داره حج عظمت داره حج ارتباط بین انبیای الهی است حج ما رو به ابراهیم علیه السلام وصل میکنه ملت ابیکم ابراهیم هو سماكم المسلمین من قبل و فی هذا اونه که شما رو مسلمان نامیده قبل از این و الان این هو میتونه برگرده بالله الله متعال که الله متعالش که شما رو مسلمین مسل... مسلمان نامیده چه قبلی های شما رو و چه امروزی های شما رو و میتونه برگرده به ابراهیم علیه السلام و و اینه که برگرده به الله متعال الله متعال شما رو مسلمان نامیده ما مسلمانیم تسلیم شدهیم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفاً مسلماً الشرك بدور بود از شرک دور بود و مسلمان بود ان قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين اون لحظه الله متعال به گفت که تسلم شو گفت تسلیم شدم برای الله متعال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قبل زين شما مسلمان بودید الان مسلمين ليكون الرسول شهيدا عليكم تا پیامبر باش شاهدی بر شما و تکون و شهده الناس و شما شهادت بدید بر دیگر انسان ها رسول الله صلی الله علیه و سلم در عرفات در حج در مهمترین رکن حج وقتی که خطبه حج رو الغا فرمودن و فرمودن و صحبت کردند و آیه اکمال دین نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتمام تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینم امروز نعمتم رو بر شما تمام کردم اسلام رو به عنوان دین برای شما پذیرفتم و دین شما رو برای شما کامل کردم بعد از انجام عبادت حج بعد از انجام این عظمت و بزرگی الله متعال میفرماید که پیامبر برای شما شهادت میده در عرفات این کار رو کرد انگوش بلند کرد و فرمود که آیا من رساندم دعوت خودم رو همه صحابه فرمودن بله یا رسول الله شما رساندین فرمود اللهم مشهد اللهم مشهد اللهم مشهد بار الله شاهد باش شاهد باش شاهد باش که من به اینها رسوندم لیکون الرسول شهیدا علیکم رسول صلی الله علیه و سلم شهادت داد بر شما که رساند به شما و تکون و شهدا علی الناس و شما روز قیامت شهادت میدید بر اتباع دیگر امتها ها وقتی که انکار میکنن رسالت انبیای خودشون رو شما میگید بله شما انکار نکنید ما شاهدیم که الله متعال در قرآن فرمود و رسول صلی الله علیه و سلم هم به ما رسان که نوح علیه الصلاۃ و دعوت کرد که هود علیه الصلاۃ و دعوت کرد که صالح علیه الصلاۃ و دعوت کرد که شعیب علیه الصلاۃ و دعوت کرد که موسا و عیسی و دیگر انبیا علیهم الصلاۃ و سلام آمدند و رسالتشون رو رسوندن اما شما انکار کردید شما روز قیامت شهادت خواهید داد شما حاجیان شما کسانی که با حج در ارتباطید شما مسلمینی که مکه رو دارید شما مسلمینی که کعبه رو دارید شما مسلمینی که اولین عبادتگاه ساخته شده برای الله متعال در روی زمین اولین عبادتگاهی که الله متعال برای انسانها آفرید تا او عبادت کنند مال شماست شما تاریخ رو شاهدید رسول صلی الله علیه و بر شما شهادت میده و شما بر دیگر انسانها شهادت میدید فقیم الصلاة. الان که حجتون هم تموم شد حجتون هم کردید رکن پنجم تکمیل شد فراموش نکنید فاقی مصالت مهمترین رکن شما نماز شماست و اتو زکاته، و زکاتتون رو برپا دارید و اعتصمو بالله فقط به الله متعال متوسل بشین ایاک نعبد و ایاک نستعین فقط از تو کمک میخوایم و فقط تو رو عبادت میکنیم نماز بخونید زکاتتون رو بدید، و یادتون نره که وعتصمو بالله هو مولاکم شما فقط از الله مطال یاری بجویید که فقط اوست که مولای شماست حج باید این درس رو در شما تدایی کنه حجی که انجام دارید فقط شما رو باید به الله تعالی وصل بکنه از غیر الله تعالی شما باید ببرید و اعتص هو و شما از الله تعالی کمک بخواید فقط به الله متعال چنگ بزنید فقط الله متعال رو ندا کنید فقط بگید یا الله چرا که هو مولا کن مولای شما اوه آقای شما اونه سردار شما اونه اون کسی که به شما کمک میکنه اونه دوست شما اونه بزرگ شما اونه عمل المولا چه مولای خوبی است و نعم النصیر و چه یاور خوبی است چه خالق خوبی است چه مالک خوبی است چه رازق خوبی است چه خدای خوبی است فنی عمل مولا چه مولای خوبی است برای شما چه آقای خوبی است برای شما چه سردار خوبی است برای شما و نعم النصیر و چه یاور خوبی است برای شما الله متعال سوره مبارکه حج رو با این تعبیر ف... به پایان رساند که و بالله به الله متعال متوسل بشید فقط که مولای شما اونه و چه مولای خوبی است و چه یاور خوبی است ابتدای آیه ابتدای سوره حج الله متعال فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم بترسید از الله تعالی که زلزله روز قیامت خیلی سخته ابتدای سوره حج با یادآوری قیامت و پایان دنیا شروع شد و نهایت سوره حج پایان سوره حج با ذکر نام ابراهیم علیه السلام و شروع تجدید بنای کعبه و ابتدای راه توحید و ابتدای راه دعوت رسول صلی الله علیه و که از صلب ابراهیم علیه السلام و دعوت ایشون شروع شد شروع میشه تا ربط بده انتهای دنیا رو به این دعوت عظیم کسانی که این دعوت رو انجام میدن کسانی که متوسل میشن به الله تعالی فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير این مولای خوبی است این یاور خوبی است الله متعال بهترین مولاست بهترین یاور کسانی که فقط الله تعالی رو فریاد میخوانند و در مسیر رضایت الله تعالی اون ای که ملت ابراهیم علیه السلام و السلام تقاضا میکنه که فرزند بزرگوار و نازنینشون رسول الله صلی الله علیه و تعلیم داده به ما حرکت میکنن اینها رستگارن اینها در قیامت و بعد از قیامت هم اینها هیچ مشکلی برایشون پیش نخواهد اومد اینها رستگاران حقیقی هستند سوره مبارکه حج با معانی و مفاهیم والای به میرسه در سوری مبارکه حج چند مورد بسیار پررنگ بود بحث قیامت بحث دوباره برانگیخته شدن بحث حج و جهاد و بحث توحید اینها موارد بسیار مهمی است که در حج بسیار تبلور پیدا میکنه و خودش رو نشون میده حج ما رو به یاد قیامت میاندازه حج ما رو دوباره زنده شدن به یاد دوباره زنده شدن میاندازه حج تمرین است برای جهاد حج تمرین است برای دفاع از توحید حج ما رو به توحید برمیگردونه و تصفیه و خالص میکنه حج مدرسه توحیده حج ارتباط ما با تاریخه حج عظمته حج عزت حج افتخار است به همین قدر اکتفا میکنیم هرچند که یقینا حق مطلب و گلیه که شایسته است ادا نشده در چند قسمتی که در خدمت شما عزیزان بودیم اما به در حد بذاعت مزجاتی که داشتیم سعی کردیم که فقط مروری داشته باشیم تا شاید ترنگوری بشه و انگیزه باشه که ما بیشتر در این باب بریم و بررسی بکنیم، مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم و این معانی و مفاهیم رو بیشتر با خودمون تکرار بکنیم در ایامی که تمام امت اسلامی در حال و هوای حج و مشاعر مقدسه و مکه مکرمه و تاریخ تاهید در این سرزمین مشغولن و دلشون پرپر میزنه برای اون اماکن. بمیدین که الله بارها و بارها نصیب همه ما و شما به گردانت زیارت بیت الله الحرام و حج بیت الله الحرام رو و اینکه الله متعال فهم صحیح و درک صحیح و عبادت درست رو نصیب ما بکنه تا ما هم در زمره کسانی باشیم که ملت ابراهیم علیه السلام رو به بهترین نحو ممکن پیش میبرن از اینکه در این برنامه ها برنامه خودتون یاری کردید و پیگیری نمودید تشکر میکنم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و همه شما خوبان علاقمندان به الله متعال و مشاعر مقدسه رو به الله متعال مسپارم الله یارو رو دارش واسع الكرم و رب البيت والحرام لیگ اتیتم کسیرا